فردرسی عزیز سلام. امیر باستانی هم فارغ التحصیل MBA از کانادا. مشاور و نویسنده حوزه کسب و کار و همینطور مشاور بکارگیری هوش مصنوعی در بیزینس. توی آموزش قرار کارکردهای حرفه‌ای گوگل بارد و آموزش ببینید. خب درس اول رو با گفتن مزایا و ویژگی‌ها و چالش‌هایی که پیش رو داریم شروع می‌کنیم. چت‌بات‌ها اصلا چجوری کار می‌کنن؟ ببینید چت‌بات‌ها از هوش مصنوعی یا همون AI Artificial Intelligence و پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing برای درک و پاسخ گفتن به مخاطب و مشتری استفاده می کنن. و همونطور که می دونید از طریق صوت و از طریق متن می تونن به ما کمک کنن و اطلاعات لازم رو در اختیارمون بذارن. میدونید که چت‌بات ها دارن به صورت گسترده استفاده میشن، مثل برنامه های پیام رسان، مثل دستیار مجازی گوگل یا سیری اپل یا الکسا. در واقع همه این هوش های مصنوعی دارن سعی میکنن که یه جوری اون تجربه مشتری و کیفیتش رو بهتر بکنن و تجربه لذت بخش تری رو در اختیار ما قرار بدن، اونم از طریق تعاملاتی که داره هر روز حرفه‌ای تر میشه. تعاملاتی که با ما دارن، این تعاملات حرفه‌ای باعث میشه که ما به عنوان یه مخاطب، به عنوان یه مصرف کننده اون تجربه لذت بخش رو ازش به دست بیاریم. کمکمون میکنن جستجوهای حرفه‌ای تری انجام بدیم، کمکمون میکنن اطلاعاتی که میخوایم رو به دست بیاریم و کارامون رو ساده تر میکنن. چت‌بات‌های ابتدایی فقط به سوالای خیلی ساده و متداول جواب میدادن و به مرور همین چت‌بات ها به کمک ماشین لرنینگ یا همون یادگیری ماشین و یادگیری عمیق دیپ لرنینگ کم کم تونستن خودشونو توسعه بدن و مهارتاشونو بیشتر کنن و اینطوری تونستن به سوالا و جستجوهای پیشرفته تر ما هم جواب بدن. همونطوری که خودتونم دیدید چت‌بات ها توی برنامه مختلفی مثل خدمات مشتری، رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌هایی مثل پیام رسان‌ها و وبسایت‌های تجاری و غیره استفاده میشن و همینطور خیلی جاهای دیگه. مثلا برای اینکه رستوران‌های محلی رو پیدا کنیم میتونیم ازشون کمک بگیریم، پرسش‌های مالیمون رو جواب میدن، توی برنامه ریزی و بستن قرارداد بهمون کمک میکنن و حتی توی تایم منیجمنت، برنامه ریزی مدیریت زمان میتونن خیلی مفید باشن. چت‌بات ها مزایای دیگه هم دارن، مثلا میتونن به صورت 24 ساعته 7 روز هفته اونم به طور همزمان به چندین کاربر پاسخ بدن. اینطوری زمان انتظار رو تو بحث خدمات مشتری به حداقل میرسونن. به همین شکل چت‌بات ها میتونن توی خودکارسازی وظایف تکراری هم بهمون کمک کنن و اینطوری توی وقت کارکنامون صرفه جویی میکنن، یعنی باعث میشن که اون کارمند یا اون کسی که داره اون کار به خصوص رو انجام میده بتونه از وقتش خیلی بهینه تر استفاده بکنه. چت‌بات ها همینطور میتونن با پاسخگویی به سوالات مشتری توی تصمیم گیری و توی خرید بهشون کمک کنن. پس اون روی دیگه این حرف یعنی چی؟ یعنی شما میتونید لیدای بیشتری رو جذب کنید، لیدای با کیفیت تری جذب کنید با استفاده از این ابزار و میتونید نرخ تبدیلش هم بهتر کنید. نرخ تبدیل رو چه برای لیدها، چه در فروش یا توی جای دیگه مثل تبلیغات و چیزای شبیه به این قطعا میتونید افزایش بدید. در واقع چت‌بات ها با تعاملاتی که با همون ایجاد میکنن یا با مخاطب و مشتری ما ایجاد میکنن بهشون کمک میکنن که سریعتر به اون پاسخهایی که میخوان برسن و بتونن نتیجه گیری و تصمیم گیری بکنن. در کل کمک میکنن که تجربه مشتری بیشتری داشته باشیم، در کل کمک میکنن رضایت مشتری بیشتری رو بتونیم جذب کنیم. گوگل بات که یه مدل زبونی پیشرفته است، اولین بار آوریل 2022 توسط شرکت گوگل معرفی شد. بعد از اونم دائم سعی کردن که کارایی و عملکردش رو ارتقا بدن و بهبود بدن با آپدیت هایی که بیرون میدن. دائم سعی میکنن که امکاناتش رو بیشتر کنن، تواناییاش رو بیشتر کنن. این هوش مصنوعی اولش فقط برای کاربرای ایالات متحده و بریتانیا بود و بعداً به بقیه هم اجازه دسترسی دادن، یعنی اول بقیه کشورها توی لیست انتظار قرار می گرفتن و بعد اجازه داشتن که ازش استفاده کنن، مثل گوگل لب. گوگل بارد
یه چتبات هوش مصنوعی مکالمه‌ایه که به اطلاعات وبم دسترسی داره. خب یه جورایی میشه گفت شبیه چت جی پی تیه، ولی خب خیلی اعتقاد دارن که هم کارآمدتر هم عملکرد بهتری از خودش نشون میده. گوگل بارد از همون معماری شبکه ترانسفورمر که توی چت جی پی تی استفاده میشه استفاده میکنه. ترانسفورمر در واقع اون قسمت هوش مصنوعیه که کارکرد ذهن ما رو تقلید میکنه. خب تو این جدول میخوایم گوگل بارد رو با چت جی پی تی 3.5 و پلاس همون 4 مقایسه کنیم. خب اجازه بدید اول شباهتاشون رو بهتون بگم بعد وارد تفاوتاشون میشیم. اینا هر دو میتونن به صورت خودکار به سوالا و درخواستای کاربر پاسخ بدن، یعنی میتونن اونو درک کنن و جواب بدن. و مثلا چت جی پی تی با پلاگینایی که داره میتونه از طریق صوت هم پاسخ بده، ولی خب گوگل بارد انگلیسی و زبان‌های دیگه البته فارسی هنوز ساپورت نمیکنه، ولی میتونه به صورت گفتاری هم پاسخ بده، متنی که همشون میتونن به صورت متنی پاسخ بدن و از همشون هم میشه برای طیف وسیعی از خدمات استفاده کرد، مثل خدمات مشتری، پشتیبانی فنی و حتی تولید محتوای خلاقانه. حالا اجازه بدید تفاوتاشون هم با هم بررسی کنیم. خب گوگل بارد که گفتم مال گوگل و چت جی پی تی هم مال شرکت اوپن ای آیه. خب ببینید اینا هر دو مدل، یعنی هم گوگل بارد هم چت جی پی تی، روی یه حجم وسیعی از داده ها آموزش دیدن متن. و چت جی پی تی پلاس و گوگل بارد تو این دوتا آموزش از طریق کد انجام شده، یعنی چت جی پی تی 3.5 این ویژگی رو نداره. خب میدونید که چت جی پی تی 3.5 رایگانه و پلاس پولیه، در صورتی که همون امکانات شما میتونید از گوگل به صورت رایگان دریافت کنید. و اینم میدونید که چت جی پی تی ورژن 3.5ش تا 2021 آپدیته و دسترسی به وب هم نداره، در صورتی که گوگل بارد این امکانو بهتون میده و همینطور چت جی پی تی پلاس. و اینطوری که گوگل ادعا کرده، گوگل بارد دائم در حال توسعه است و اگه حالا وقتی وارد شدیم خودتونم میبینید خیلی وقتا آپدیت های جدیدی میده و اونو اطلاع رسانی میکنه، در صورتی که چت جی پی تی 3.5 و پلاس در دسترس قرار گرفتن، یعنی اینکه دیگه توسعه‌ای در کار نیست. حالا مثلا رفته رو ورژن 5ش داره کار میکنه، ولی تا اون زمان آپدیت جدیدی نمیده، در صورتی که بارد دائم داره آپدیت میده و سعی میکنه که خودشو پیشرفته تر کنه. حالا اجازه بدید که چند تا مثال از کاربرده چتبات ها رو با هم بررسی بکنیم. مشتری وارد وبسایت یه فروشگاه لباس میشه و از چتبات کمک میگیره تا اون لباسی که دلش میخواد رو پیدا کنه، به اون انتخاب مناسب خودش برسه. اینجا چتبات شروع میکنه ازش سوال کردن، مثلا میگه که از چه مدلی خوشت میاد، چه رنگ یا محدوده قیمتی رو ترجیح میدی، و اونطوری با توجه به معیارهایی که خود مشتری براش مشخص کرده چیزایی رو بهش پیشنهاد میده که بیشترین مطابقت رو با سلیقه مشتری داره. تو این مرحله چتبات با تعاملی که ایجاد میکنه با مخاطب سعی میکنه که اونو به خرید تشویق کنه، اینطوری میتونه به مشتری کمک کنه که تصمیم بهتری بگیره و این تصمیم رو مثلا سریع‌تر بگیره، یعنی در نهایت به خرید منتهی بشه، یعنی اینکه چتبات تونسته به اون فروشگاه کمک کنه بدون اینکه فروشنده اونجا حاضر باشه، با آموزشایی که از قبل دیده یه فروش اتفاق بیفته، یه پروسه فروش تا انتها تکمیل بشه. خب این مثال چی رو به ما نشون میده؟ نشون میده که چتبات ها میتونن توی خدمات مشتری که شخصی سازی هم شده کمک کنن، یعنی مشتری میتونه اطلاعات مورد نیازش رو به سرعت و به راحتی به دست بیاره. خب مثالای دیگه‌ای هم وجود داره، مثلا بانک‌ها میتونن برای پاسخگویی به سوال مشتری در مورد حساب‌ها، وام‌ها و سایر خدماتشون از چتبات‌ها استفاده کنن. به همین شکل آژانس‌های مسافرتی هم میتونن از چتبات‌ها برای رزرو بلیت هتل و هواپیما و سایر خدمات سفر استفاده بکنن. و به همین شکل شرکت‌های بیمه‌ای هم میتونن از چتبات‌ها برای ارائه مشاوره‌های بیمه‌ایشون که مثلا چه خدماتی رو پوشش میدن استفاده کنن. ببینید در واقع چتبات یه فناوری در حال رشد که پتانسیل زیادی داره که بهتون کمک کنه
تجربه بهتری برای مشتری خلق کنید، تجربه ارزشمندی براش خلق کنید و همینطور بهتون کمک میکنه که عملکرد کسب و کارتون رو بهتر کنید. ولی لازمه که اون پلتفرمی رو که انتخاب میکنید درست انتخاب کرده باشید و مطمئن باشید که به رسیدن اهداف تجاری میتونه بهتون کمک کنه. خب اجازه بدید که چالشایی هم که پیش رو داریم رو با هم یه بررسی بکنیم. چت‌بات ها خطا پذیرن، یعنی ممکنه اطلاعات نادرستی و با اطمینان خیلی زیادی در اختیارتون بذارن. اینجا شما وظیفتونه که این موارد رو پیدا کنید، یعنی هر چیزی رو 100% نپذیرید. حالا بهتون میگم جلوتر چجوری گوگل میتونه خودش رو دبل چک بکنه، دوبار چک بکنه و با اطمینان بیشتری میشه ازش خروجی گرفت. نکته بعدی اینه که این چت‌بات ها نمیتونن تمام زوایای یه مکالمه رو درک کنن. اینو در نظر داشته باشید. خیلی وقتا لازمه بعضی از جملاتمون رو مثلا براشون باز کنیم یا توضیح بیشتری بدیم یا یه مفهوم رو توی چندین جمله بهشون توضیح بدیم تا بتونیم خروجی بهتری داشته باشیم. اتفاق دیگه‌ای که ممکنه بیفته سوگیری توی پاسخهایی که ما دریافت میکنیم. ممکنه توی این پاسخ‌ها مثلا کلیشه‌ها یا سوگیری‌هایی هم باشه که توی دنیای واقعی اتفاق افتاده و در واقع این ابزار دارن اونا رو تقلید می‌کنن. پس در واقع نمیشه خروجی‌هاشون رو مستقیم و بدون ویرایش در اختیار مثلا کاربرامون قرار بدیم یا منتشر کنیم یا ازشون استفاده کنیم. اینجا حتما باید خودمون ویرایشش کنیم و فعلا نمیتونه جایگزین قضاوت انسانی بشه و تو مسائل تخصصی و حرفه‌ای هم هنوز نمیشه بهش اطمینان کرد و همیشه باید مراقب باشیم که پیامدهای اخلاقی و اجتماعی رو ازش تا اونجایی که ممکنه دوری کنیم و سعی کنیم که توی مواردی قرار بگیریم که بتونیم این شرایط کنترل کنیم. یعنی باید خروجی‌هایی که بهمون میده رو همیشه تحت نظر بگیریم، مانیتور کنیم، ویرایش کنیم، ادیتش کنیم و سعی کنیم که به اون هدفی که دلمون میخواد ما رو نزدیک کنه. منظورم اینه که مثلا اگه سوگیری داشته باشه توی پاسخهاش یا اگه مثلا به اشتباه جایگزین یه تخصص بشه میتونه پیامدهای اخلاقی و اجتماعی بدی رو برای ما به جا بذاره. خب توی درس بعد که یه درس کوتاهه در مورد ساخت اکانت با هم صحبت میکنیم. حالا میخوایم یه اکانت بسازیم و وارد بشیم. برای این که بتونیم به این سایت دسترسی داشته باشیم کافیه تایپ کنیم bard.google.com خب و بعد از یه جیمیل برای ورود استفاده کنیم. اگه نداریدم که به سادگی میتونید یه دونه جیمیل برای خودتون بسازید و با آیدی پسورد اون وارد بارد بشید. خب فعلا یه سری محدودیت‌ها داره که نمیتونید وارد این سایت بشید به صورت مستقیم. حالا اجازه بدید که وارد محیط گوگل بارد بشیم و اون محیط رو با هم بررسی کنیم. خب ببینید وقتی که تایپ می‌کنیم bard.google.com وارد یه همچین صفحه میشیم. اینجا ساین این رو می‌زنیم، ایمیلمون رو وارد می‌کنیم و وارد محیط گوگل بارد میشیم. خب بعد از اینکه آیدی پسوردمون رو زدیم وارد این محیط میشیم. خب دوستان این محیط گوگل بارده که کم کم با اجزایش بیشتر آشنا میشین. اینجا جاییه که شما پرامپت یا همون درخواستاتون رو مینویسید. در واقع یه چیزی شبیه مثلا سرچ خود گوگله ولی خب خیلی پیشرفته تره. اونجا چجوری مثلا میگید پایتخت فلانجا چیه یا هر سوالی دارید میپرسید و نتایج رو بررسی میکنید. اینجا اون محلیه که شما درخواست رو مینویسید و منتظر پاسخ میمونه. حالا بذارید اولین درخواست رو ما وارد کنیم و جواب با هم بررسی کنیم. اولین درخواست اینه، بهش میگم هوش مصنوعی توی 200 کلمه بهم توضیح بده. خب یه چند ثانیه مکس میکنه و جوابو یک جا برامون مینویسه. میگه که هوش مصنوعی شاخه از علوم کامپیوتر است که فلان. اینم توضیح کاملش. خب بریم دومین دستور رو وارد کنیم. من این دستورات رو از قبل تایپ کردم و توی یه فایل ورد گذاشتم که اونم در اختیارتون قرار میدم که بتونید خودتونم ازش استفاده کنید. ولی دقت کنید هوش مصنوعی، یعنی هر بار قرار نیست جوابای عین همو بده، هر دفعه یه جواب نه. یعنی شما همون پرامپت رو وارد کنید جواب متفاوتی ممکنه بگیرید. خب
دستور بعدیمون اینه، بهش میگم که یه لیست از وسایل لازم برای کمپینگ صحرای یک ماه آماده کن. ببینیم خروجیش چی میتونه باشه. خب یه چند لحظه صبر میکنیم تا خروجی رو تولید کنه. خیلی خوب. نوشته وسایل شخصی. مثل این چیزا، کلاه، عینک، کرم و اینم وسایل کمپینگ، چادر، اجاق گاز و فلانی حرفا. وسایل ایمنی هم پیشنهاد داره، وسایل تفریحی هم گفته. تا اونجایی که تونسته سعی کرده یه لیست خیلی جامع و کامل باشه. البته دقت کنید که ما توی این مرحله فقط داریم به صورت خیلی کلی ازش درخواست میکنیم و میشه مثلا حتی محل یا مثلا توضیحات بیشتری از ویژگی جایی که میخوایم بریم هم بهش بدیم تا بتونه خروجی خیلی بهتر و کاملتری هم بهمون بده. ولی باز با این حال خروجیش میشه گفت خیلی هم عالیه تا اینجا. خب این درس هم تموم شد. توی درس بعدی سعی میکنیم که با این محیطی که داریم کار میکنیم خیلی حرفه‌ای تر بشناسیمش و از امکاناتش استفاده کنیم. به فصل دوم خوش اومدید دوستان. از این به بعد قرار توی همین محیط باشیم و با امکانات گوگل بارد بیشتر آشنا بشیم. اولین مورد امکان ویرایش پرامپتیه که وارد کردیم یا همون درخواستیه که وارد کردیم. اینجا نوشتیم یه لیست از وسایل لازم برای کمپین صحرایی یه ماه آماده کن. خب حالا اینجا ادیتو میزنم و اونو ویرایش میکنم. فرض کنید که قرار این تور برای مثلا یه محیط مثلا جنگلی باشه. خب حالا چون خودم زیاد اهل این ماجرا نیستم، حالا شاید واژه‌ای که استفاده می‌کنم دقیقا مناسب این موضوع نباشه یا اصطلاح دیگه‌ای به کار می‌برن. حالا من اینو وارد کردم خب و دکمه آپدیت رو می‌زنم و منتظر خروجی جدید می‌مونم. یه لیست از وسایل لازم برای کمپین جنگلی یه ماه آماده کنید. یعنی این دفعه دیگه قرار نیست صحرا بریم، قراره این کمپین توی یه محیط سرسبز باشه. خب ببینید، حالا میگه که کیسه خواب، چادر، بعد اینجا داره تاکید میکنه که چادر باید مقاوم و ضد آب باشه. میبینید که جواب تغییر داد و با توجه به خواسته ما چیزای دیگه رو بهش اضافه کرد و اونو تغییر داد. پس دیدیم که گوگل بارد برای ما خروجی جدید تولید کرد. نکته‌ای که باید بدونید اینه که چند تا درفت هم برامون تولید میکنه. 3 تا درفت یا پیشنویس هم برامون آماده میکنه. اون جواب اولش بود که دیدید و این درفت دومشه که دارید میبینید. من اونو تغییر دادم و اینجا میبینید که یه خروجی تقریبا با یه شکل دیگه برامون تولید کرد. حالا درفت سوم اجازه بدید با هم دیگه ببینیم. برای هر درخواستی که شما وارد میکنید 3 تا درفت تولید میشه. اینم درفت سوم. حالا فرض کنید که شما اصلا از این جوابا خوشتون نیومد خب و میخواهید که یه سری جواب دیگر رو ببینید، کافیه این دکمه رو بزنید Regenerate Draft، دوباره برای شما 3 تا خروجی جدید تولید میکنه و حالا میتونید از بین اونها انتخاب کنید. این نکته رو هم بهتون بگم که اگه باز احساس کردید خروجی دلخواهتون نیست، اون وقت دوباره میتونید بیاید ادیت رو بزنید و درخواستتون رو بهترش کنید. چجوری میشه یه درخواست رو بهتر کرد؟ کافیه جزئیات بیشتری رو وارد کنید تا خروجی مطلوب تری رو بگیرید، خروجی که به خواسته شما نزدیک تره. خب ببینید دوباره 3 تا درفت برامون آماده کرد که حالا هر کنومو که بزنید میتونید اونو ببینید. اینجا راجب کیسه خواب حتی عکس هم بهتون معرفی کرده، یعنی عکس هم گذاشته که بتونید انتخابای خیلی مناسب تری انجام بدید. خب این درس هم تموم شد. توی درس بعدی در مورد فیدبک دادن به گوگل بارد باهاتون صحبت میکنم که موضوع خیلی مهمیه. توی این درس میخوام در مورد فیدبک دادن به گوگل بارد باهاتون صحبت بکنم چون خیلی مهمه. ببینید وقتی شما بهش فیدبک میدید در واقع یه جورایی دارید شخصی سازیش میکنید. مثلا میگید من از این جوابت خوشم نیومد یا از این جوابت خوشم اومد. خب یا توضیحات بیشتری بهش میدید. اینطوری توی جوابای بعدیتون هی سعی میکنه که به خواسته شما خودشو نزدیکتر بکنه. یه موضوعی هم که میخوام در نظر بگیرید اینه. ببینید
تا موقعی که شما نیوچت رو نزده باشید و یه چت جدید باش شروع نکرده باشید، همه اطلاعات قبلی رو توی اون چت به خصوص در نظر میگیره. اینجا مثلا میتونم رو این سه نقطه بزنم، خب رینیم کنم، یه اسم جدید به این چت اختصاص بدم که یادم بمونه این چت راجع به چه موضوعی بوده، و حالا توی این چت هر کاری که بکنید اون در نظر میگیره. اینجا میخوام مثلا به جوابش پاسخ بدم، خب مثلا از جوابش خوشم اومد، خب یا مثلا خوشم نیومد، مثلا بهش میگم که این جواب درست بود، فهمش آسون بود یا کامل بود، بعد یه توضیحاتی هم اضافه میکنم. حالا برعکس، فرض کنید که از این جواب خوشم نیومد، بهش میگم که مثلا توهین آمیز بود یا نامرتبط بود یا چیزای دیگه. خب هر توضیح اضافه‌ای هم که لازم باشه اینجا می‌نویسم. مثلا اگه توضیحی بخواید بدید که جوابتون رو بهتر کنه میتونید اینجا وارد کنید. خب اجازه بدید کامنتش کنید آره رو انتخاب کردم، یعنی مثلا موارد دیگه بوده. اون مورد چی بوده؟ ببینید بهش گفتم که رطوبت هوا رو در نظر نگرفتید. توی جوابا نگاه کردم دیدم که فقط بارندگی رو در نظر گرفته. به خاطر همین این موضوع رو یادآوری کردم و گفتم همینطور حشرات موذی رو هم در نظر نگرفتی. انگلیسیش هم توی پرانتز گذاشتم که بهش دقیقا بگم منظور من چی بوده. سابمیت رو میزنم و این الان دیگه از این به بعد این مورد رو در نظر میگیره. یعنی در واقع یه جوری محدودیت های خودمون رو یا مثلا مواردی که برای خودمون مهم بوده رو بهش اینجا داریم یادآوری میکنیم که توی جوابای بعدیش یا توی مثلا درفتای بعدیش حتی یا ادامه چتمون باهاش اینا رو در نظر بگیره و حساسیت‌های ما رو بهتر درک کنه. خب بذارید این موضوع رو دوباره تأکید کنم چون نکته مهمیه. ببینید این فیدبک‌هایی که بهش میدید مربوط به همون چتیه که باهاش دارید انجام میدید. اگه نیو چت بزنید یا به چت دیگه برید این موارد رو در نظر نمیگیره. این موارد فقط توی همون چتی که دارید باش انجام میدید معتبره. خب این درس تموم شد. توی درس بعدی میخوام یه نکته خیلی مهمی در مورد اکسپورت کردن ارسال پاسخ ها بهتون بگم. این درس قراره در مورد شیر ان اکسپورت ارسال پاسخ هامون با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید وقتی که یه خروجی براتون تولید شد توی گوگل بارد، شما میتونید اینو با بقیه به اشتراک بذارید. مثلا وقتی اینجا دکمه شیر رو بزنید میتونید یه لینک به دوستاتون بدید یا به کسایی که میخواید این گزارش رو ببینن یا این خروجی رو ببینن. میتونه از کل چتایی که با گوگل بارد داشتید این کار انجام بشه، یا میتونید فقط همین پرامپت به خصوص و همین پاسخ به خصوص رو با بقیه به اشتراک بذارید. خب این چه مزیتی داره؟ وقتی که شما مثلا فرض کنید دارید راجع به یه موضوعی مثلا میگم تحقیق میکنید یا دارید روی یه موضوع به خصوصی مثلا دنبال تولید محتوا هستید، میتونید از این طریق اینو با مثلا اعضای تیمتون، گروهتون یا همکارتون هم با اون شخص به اشتراک بذارید تا اونم خروجی رو ببینه یا حتی بتونه مثلا اونو بهترش کنه. اینجا وقتی کرییت پابلیک لینک رو بزنید به شما یه لینکی میده که میتونید اونو در اختیار بقیه قرار بدید تا اونا هم بتونن این جواب ببینن یا روش تاثیر بذارن. و ببینید میگه که میتونید این لینک رو هر موقع که خواستیدم حذفش کنید. خب مورد بعدی که میخوام بهتون بگم باز توی همین گزینه است. شما وقتی که دکمه اکسپورت تو داک رو بزنید میره توی گوگل درایوتون و توی یه فایل ورد اونجا اینو باز میکنه. ورد که نیست، در واقع گوگل داکه که در واقع همون شبیه فایل ورده ولی توی درایو گوگلتون. یعنی یه جوری شما انگار میتونید ازش بکاپ بگیرید، دیگه لازم نیست کپی پیست کنید و جای دیگه ببریدش. الان اون پاسخ و اون خروجی همونطوری که میبینید اون پاسخ توی گوگل داک توی درایو گوگلتون الان ذخیره شده. اسمش هم اینه، میتونید یه اسم جدید بهش اختصاص بدید که راحت تر پیداش کنید. اینطوری خیلی راحت میتونید ادیتش کنید، مثلا جدولی بهش اضافه کنید و از تمام این امکاناتی که توی خود گوگل داک استفاده کنید و اونو بهترش کنید. مورد بعدی که میتونید
از این شیر و اکسپورت استفاده بکنید اینه که مستقیم بفرستیدش توی جیمیلتون، یعنی اینطوری میتونید این متن رو به شخص دیگه ایمیل کنید. باز اینم خیلی راحت میکنه کارتون رو. ببینید اوپن جیمیل الان وارد جیمیل من میشه و یه درافت از اینو میتونم برای هر کسی که بخوام ارسال کنم. کافیه نام گیرنده رو اینجا وارد کنم، حالا یه ذره ادیترم روش انجام بدم و اینو به عنوان خروجی به این صورت خیلی مستقیم خیلی راحت برای اون گیرنده بفرستم. حالا مثلا موارد استفاده چیه؟ شما میتونید برای نوشتن یه ایمیل به رئیستون، کارمندتون یا همتیمیتون یا حتی مثلا مشتریتون از این ابزار استفاده کنید. از بارد بخواید که مثلا برای این موضوع به خصوص یه درافت براتون آماده کنه، یه پیشنویس براتون آماده کنه و اونو مستقیم وارد جیمیلتون کنید و یه ادیت کوچیک روش انجام بدید و ارسالش کنید. خب اجازه بدید که به گوگل بارد برگردیم. ببینید اینجا شیر اند اکسپورت شامل این سه گزینه میشد و اگه شما کد نویسی انجام میدید یه گزینه دیگه هم به این اضافه میشه که الان اونم با هم بررسی میکنیم. خب یه چت جدید ایجاد کردم و اینجا بهش میگم که یه کد پیتونی برام تولید کن که اعداد زوج 1 تا 100 رو به هم نمایش بده. خب اجازه بدید که خروجی برامون تولید کنه. کد رو به انگلیسی نوشتم چون ارتباط بهتری با سیستم برقرار میکنه و خروجی دقیق‌تری بهمون میده. خب نمیخوام وارد جزئیات کد نویسی بشم. ببینید اینجا کد رو برامون نوشته، اینجا یه توضیحاتی بهمون داده، روش دومی رو مشخص کرد و از اینجور حرف. خب حالا بریم شیر اند اکسپورت رو نگاه کنیم. گزینه‌هایی که اضافه شده دیگه اینجا مربوط به کد نویسیه. مثلا اکسپورت تو کلاب، این کلاب برای خود گوگله و به شما امکان میده که کداتون رو اونجا بتونید وارد کنید، خروجی ها رو ببینید و بهبود بدید. الان وارد محیط کلاب شد و همونطوری که میبینید کد رو وارد کرد و حالا شما اگه تغییراتی لازم داشته باشه اینجا میتونید روش اعمال کنید. و نکته بعدی هم که راجب این موضوع، خب understand and open replit، اینجا هم شما میتونید با اکانت خودتون وارد بشید و کداتون رو اینجا توسعه بدید و بهترش کنید. که وارد مباحث برنامه نویسی نمیشم ولی میخوام بگم که برای برنامه نویسا یه همچین امکانی هم وجود داره که بتونن کداشون رو ارتقا بدن، بهتر کنن، با بقیه به اشتراک بذارن و در مجموع بتونن به یه خروجی خیلی بهتر برسن. این درس تموم شد. توی درس بعد راجع به یکی از ویژگی‌های مهم گوگل بارد که گوگلیته با هم صحبت می‌کنیم.